این برنامه درباره وضعیت خراب تغییرات آب و هوا است. ساختمان‌های سبزتر و تمیزتر رو داریم و ربات‌های بو کننده اگزوز قایق‌ها و درخت‌های مصنوعی. میخوام یه چیزی بهتون بگم که خودم هم تا چند وقت پیش نمیدونستم. میدونستم که آب و هوا داره خراب میشه و سطح آب دریاها داره بالا میاد و میدونستم که علت گرمایش زمین حجم عظیم گاز دی اکسید کربن و متانی که بشر تولید میکنه. همون چیزی که نمیدونستم یا درست نفهمیده بودم اینه که مسئله گرمایش زمین صرفا با اینکه گاز گلخانه کمتر تولید کنیم حل نمیشه. با هر یک تن دی اکسید کربن که وارد جو می‌کنیم، دمای کره زمین یک کم میره بالا. برای اینکه جلوی گرم شدن بیشتر زمین رو بگیریم، باید کاری کنیم، کارستان. If we end up in a world where our emissions are net zero, we're not. اگر به نقطه‌ای برسیم که دیگه هیچ گاز گلخانه‌ای تولید نکنیم، یعنی دیگه به دی اکسید کربن موجود در جو اضافه نکنیم، دمای کره زمین تثبیت میشه. وقتی به اون نقطه رسیدیم، تازه باید راهی پیدا کنیم که دی اکسید کربن موجود در جو رو کم کنیم. شیبایی هست که دی اکسید کربن رو در همون منبع تولید جمع می‌کنه و اساساً نمیذاره به جو برسه. مثلا در بعضی نیروگاه‌ها، ولی این شیوه تمام دی اکسید کربن رو جذب نمی‌کنه. برای این مسئله باید وسیله‌ای داشته باشیم که بتونه دی اکسید کربن رو از جو جمع‌آوری کنه، چیزی که بهش میگن درخت مصنوعی. هوا از این صافی‌ها رد میشه. صافی‌ها از ماده خاصی ساخته شدن که دی اکسید کربن هوا بهش میچسبه. وقتی صافی از دی اکسید کربن اشباع شد، تا میشه توی یک مخزن آب و دی اکسید کربن رو رها میکنه توی مخزن. ما خیلی زود متوجه شدیم که این مشکل در واقع مشکل مدیریت ضایعاته. داریم دی اکسید کربن وارد جو میکنیم و اون گاز همونجا میمونه. بنابراین از همون اوایل دهه 90 میلادی برای من بدیهی بود که در قرن 21 به جایی میرسیم که دیگه نباید دی اکسید کربن وارد جو کنیم. کلاوس اولین دانشمندی بود که سال 1999 مقاله‌ای نوشت و ادعا کرد که یک راه معقول مقابله با تغییرات اقلیمی جمع کردن کربن از جو. مشکل اینجا بود که هیچ کس گوش نمی‌داد. اگه به تاریخ موزل تغییرات اقلیمی نگاه کنید، در دهه 90 مدل‌هایی داشتیم که نشون می‌داد چه اتفاقی داره می‌افته. ولی اون اتفاق رو در دنیای واقعی نمی‌دیدن، مگر با میکروسکوپ. اوایل قرن 21 به جایی رسیدیم که دیگه میشد اندازش گرفت. و الان به جایی رسیدیم که آدم غیر متخصص هم میتونه ببینه. اقلیم تغییر کرده. در دهه بعد صداش به مرور بلندتر و بلندتر میشه و به جایی میرسیم که آسیبهاش رو میبینیم. و وقتی مردم آسیب دیدن، تازه به صرافت میفتن که باید چه کار کنیم. کلاوس معتقده چون به اهداف تعیین شده برای پایین آوردن دی اکسید کربن نمیرسیم، چاره‌ای جز این که کربن رو از جو جمع کنیم نداریم. تفاوت اینه که الان دیگه حرفشو گوش میدن. اخیراً حتی سرمایه‌گذار تجاری هم پیدا کرده. بشر اونقدر دی اکسید کربن وارد هوا کرده که حالا باید جمعش کنه. دلیل اینکه اسم مرکزمون رو گذاشتیم مرکز ضایعات کربنی منفی همینه. چون داریم به مقطعی از قرن حاضر فکر می‌کنیم که باید 100 پی پی ام از هوا جمع کنیم. این مقدار از میزان دی اکسید کربنی که بشر در قرن 20 تولید کرده بیشتره. اینا خیلی کوچیکه. ولی اگه هر واحد اندازه کانتینر ترابری باشه، با میزان دی اکسید کربنی که الان داریم، حدود 100 میلیون از اون کانتینرها لازمه. ما سالی 80 میلیون خودرو تولید می‌کنیم. فقط از یه بندر شانگهای سالی 30 میلیون کانتینر به جاهای مختلف دنیا فرستاده میشه. بنابراین به نظر من این رقم بزرگیه. ولی در ابعاد صنعتی دست نیافتنی نیست. حالا که به مرور داره جا میفته که باید کربن رو از جو جمع کرد، استارتاپ ها هم دارن در این حوزه زیاد میشن. هر کدوم با یک جور روی کرد. قضیه اینه که چون دی اکسید کربن همه جا هست، اهمیتی نداره دستگاه رو کجا کار بذاری. در ایسلند مزیتی که شرکت های مثل کارپ فیکس دارن اینه که انرژی سبز زمین گرمایی دارن. مسئولان کارپ فیکس معتقدن با این شیوه به مراتب بیشتر از درخت های مصنوعی کلاس میشه کربن جمع کرد.
منتها مسئله اینه که وقتی کربن رو جمع کردی باید باش چی کار کنی؟ There are so many R&D projects underway trying to make use of the CO2 so that it's not just پروژه‌های تحقیقی با هدف استفاده از دی اکسید کربن خیلی زیاد شده. یعنی دیگه فقط به چشم ضایعات بهش نگاه نمیشه. میشه باهاش نوشابه یا آبجو یا چیزهای دیگه درست کرد یا برای تولید سوخت ازش استفاده کرد. بعضیا هم دارن تحقیق میکنن ببینن میشه به عنوان مساله ساختمانی ازش استفاده کرد یا نه. Studies ongoing to see if we can somehow use the CO2 as a building material. بله. در آینده احتمالاً میشه دی اکسید کربن رو توی بتن تزریق کرد. تخمین میزنن باید به اندازه کل کشور مصر بتن درست کنیم تا اونقدری که باید دی اکسید کربن جمع کنیم. منتها مسئله اینه که جمع کردن کربن با هر شیوه دیگه‌ای هم ابعاد غیر قابل تصوری داره. You could say we can do it with اگه قرار باشه کربنی رو که به جو فرستادیم با درختکاری و جنگل‌زایی جمع کنیم و معادل اون 100 میلیون واحد درخت مصنوعی که گفتیم از هر گیاه یا ماده فتوسنتز استفاده کنیم، خواهیم دید که به اندازه کل فضای سبز موجود در جهان بلکه بیشتر نیاز خواهیم داشت. وقتی میگم فضای سبز یعنی زمین کشاورزی، مراتع، همه چی روی هم. Fields, everything added, we would need more than that. این هفته فیسبوک به خاطر برنامه‌های مربوط به ارز رمزش لیبرا در مجلس سنای آمریکا مورد حمله قرار گرفت. نیروی هوایی ایالات متحده آمریکا به مردم هشدار داده که به محوطه موسوم به منطقه 51 در ایالت نوادا که یک پایگاه نظامی در اون واقع شده نزدیک نشن. این هشدار بعد از اون اعلام شد که بیش از 1 میلیون نفر در فیسبوک به دعوتی برای حضور در این منطقه پاسخ مثبت دادند. و آلن تورینگ، پیشگام حوزه کامپیوتر و رمزشکن مشهور، به عنوان چهره جدید اسکناس‌های 50 پوندی بریتانیا معرفی شد. ایلان ماسک جزئیاتی از فعالیت‌های شرکتش نیورالینک رو اعلام کرد. این شرکت که در حوزه فناوری عصبی کار می‌کنه، قصد داره تا رشته‌های قابل انعطاف بسیار نازکی رو وارد مغز افراد فلج کنه تا اونا بتونن به تلفن جواب بدن یا با کامپیوتر کار کنن. اون گفته که به کمک این فناوری، یه میمون تونسته با کامپیوتر کار کنه. اپل و اندروید شکلک‌های یا اموجی‌های تازه‌ای معرفی کردند که افرادی با ناتوانی‌های مختلف رو نشون میده. این اموجی‌های جدید که از جمله افرادی با صندلی چرخدار یا سگ راهنما رو هم شامل میشه، در روز جهانی اموجی رونمایی شدن. و در آخر دانشگاه MIT شیوه جدیدی رو برای پرواز پهپادها آزمایش کرده. پهپادهای فعلی یا مثل هواپیما بال دارن یا مثل هلیکوپتر به کمک چند پروانه بلند میشن و میتونن تو هوا خودشون رو نگه دارن. حالا محققان MIT یه نوع وسیله ترکیبی جدید با مزایای هر دو روش خلق کردن. پهپاد که هم میتونه مثل هواپیما پرواز کنه و هم مثل هلیکوپتر تو هوا چرخ بزنه یا خودش رو ثابت نگه داره. صحنه غریبیه. رقصنده ها از روی طرحی که هوش مصنوعی براشون ریخته دارن میرقصن. خود هوش مصنوعی هم حرکات رو از یکی از برجسته ترین طراحای رقص یاد گرفته. واقعا رقص جالبیه. وین مکگرگور 25 سالشه و گروه رقص داره. بنابراین آرشیو کاملی برای استفاده هوش مصنوعی داره. از قضا امروز خودش هم هست، ولی به جای اینکه کل حرکات رو طراحی کنه، فقط ایرادهای ریز رو رفع میکنه. یه الگوریتم کامپیوتری صدها ساعت فیلم رقصهایی که او طراحی کرده رو تحلیل میکنه و از روش حرکات جدید در میاره. قراره به زودی در لس آنجلس برنامه اجرا کنن. میخواستم ببینم چه حسی داره وقتی محصول کار فناوری رو میبینه. آدم روی پرده میبینه، حیرت میکنه. یه حرکاتیه که تا حالا ندیدی. درست نمیفهمی بدن آدم چجوری میتونه این کارو بکنه. رقصنده ها باید نگاه کنن و اون حرکات رو ترجمه کنن، راهی پیدا کنن که بتونن برن در اون قالب. کیفیت تصویر قاعدتاً به مرور بهتر میشه، ولی این نقایص یه علت دیگه هم داره. این پروژه کار همون کسیه که گوگل کاردبورد رو راه انداخته. فلسفه‌اش اینه که فناوری باید ابزاری باشه برای تقویت خلاقیت، نه تضعیفش.
تردیدی نیست که هنر مال رقصنده و طراح رقصه. هوش مصنوعی باید خلاقیتشون رو راه بندازه، نه اینکه جایگزینش بشه. با این آدمک‌ها صرفاً می‌خوایم خروجی الگوریتم رو ببینیم. کیفیت مهم نیست. در این حال جوری رندر کردیم که یه چیزی باشه بین اسکلت و یه تصویر انتزاعی. اگه بی‌نقص بود میشد مثل یه فیلم رقص معمولی و قوه تخیل رقصنده ها رو کمتر تحریک میکرد. یه حسن این کار اینه که استعداد آموزش آدمی مثل وین جاودان میشه. ولی یه حسن دیگه هم داره. الگوریتم کاری با داده میکنه، جوری تقویت و تکمیلش میکنه که از ما بر نمیاد. امکاناتی فراهم میکنه که ما هرگز به ذهنمون نمیرسید. بنابراین به نوعی مثل رقصنده 11 هم توی استودیو میمونه. یه جور همکار خلاقه، نه اینکه بخواد جایگزین استعداد و خلاقیت شما بشه. نکته خیلی مهم دیگه گفتگوی بین ماشین و آدمه، بین موجود متفکر و ماشین متفکر. یعنی اینطور نیست که سیستم رو جوری تنظیم کنیم که طراحی رقص یاد بگیره و کار ما رو بکنه. اونجوری جذابیتی برامون نداره. این رقصنده ها هر حرکت رو با چنان وقاری انجام میدن که نمیشه تصور کرد محصول کار خوب در نیاد. ولی اینکه خودشون چه حسی دارن، هوش مصنوعی براشون تعیین تکلیف میکنه. معمولا وین خودش میاد یا یه کاری بهمون میده، هر چی. ممکنه شعر باشه، ممکنه یه قطعه موسیقی باشه که ازش الهام بگیریم. ولی این مدل که یه سیستم واقعا هوشمند از خودش حرکت در بیاره و ما از هوش مصنوعی یاد بگیریم، خیلی فرق میکنه. این آدمک های گوگل، این نمایش صرفاً برای اینه که ایده بگیریم. اینجوری نیست که مدت‌ها بشینیم و همه جزئیاتش رو تحلیل کنیم. تماشا می‌کنی، یه چیزایی ازش برمی‌داری. هوش مصنوعی هنوز فیزیک حرکت و جاذبه رو درست نمی‌فهمه. در نتیجه حرکاتی از بدن ما می‌خواد که خیلی با چیزی که بهش عادت داریم فرق داره. هر رقصنده برای خودش یه مجموعه لغت داره. یه مجموعه که همیشه میریم سراغش. گاهی دوست داریم ازش فاصله بگیریم و این کمک می‌کنه این کار رو انجام بدیم. خلاصه اینکه هرچند هنوز اول این راهه، به نظر نمیرسه این ماشین طراحی رقص رو کلن بلا موضوع کرده باشه. ولی شاید، صرفاً شاید، هوش مصنوعی خلاقیت رو به سطح جدیدی ببره. اینم از گزارش لارا. اما یکی از عوامل آلودگی که چندان بهش توجه نمیشه ترابریه. کشتی‌های باری عظیمی که از این ور به اون ور دنیا میرن و هر روز مقدار زیادی اکسیدهای نیتروژنی، گوگردی و ذرات معلق رو تولید میکنند. بنابر بعضی تخمین‌ها هر کشتی باری به اندازه 10 میلیون خودرو آلاینده تولید میکنه. ولی این حوزه‌ای که هنوز جای کار داره، باید خیلی بیش از اینا پژوهش انجام بشه تا ابعاد مشکل و راه حل احتمالیش معلوم بشه. به ظاهر این منطقه آروم و دورافتاده دانمارک نمیاد در ردگیری و مقابله با ضایعات پیشرو باشه. ولی از ظاهر نباید قضاوت کرد. سازمان دریایی دانمارک با همکاری آژانس امنیت دریایی اروپا از پهپادهایی مثل این به عنوان جدیدترین ابزار برای ردگیری و تشخیص کشتی‌های استفاده می‌کنند که قوانین اتحادیه اروپا در حوزه آلاینده‌ها را نقض می‌کنند. پهپاد تعدادی حسگر و ردگیر داره، به علاوه دوربین 360 درجه و دوربین مادون قرمز. با این ابزار کشتی‌ها رو پیدا می‌کنه و میره وسط دودشون رو به نوعی بو می‌کشه. اینجا محل بلند شدن و فرود پهپاده. اسم درست تخصصیش RPAS. توی افق یک نوار زرد هست که در واقع آلودگی به جا مونده از کشتی هاست. اون همون چیزی که پهپاد سعی میکنه پیداش کنه. این پروژه از اون طرحهای خیلی مبتکرانه ی حفظ محیط زیسته. اما پروژه چیه؟ کار ما اینه که سعی کنیم هر چقدر میتونیم ترکیبات گوگردی دود کشتی ها رو اندازه بگیریم. با این پهپادها یه مدرک اضافی برای تخلفات به دست میاریم. برای اینکه پیش از این بعضی کشتی ها درست قبل از اینکه برسن به بندر سوختشون رو عوض میکردن. ولی با پهپاد میشه آلاینده هاشون رو وقتی روی آب و در حال حرکتن اندازه گرفت. پهپاد رو دو نفر از یک مرکز کنترل در خشکی هدایت میکنن. یکی حواسش به پهپاده و یکی خروجی کشتی رو میسنجه. چند نفر مهندس و ناظر دیگه هم هستن که کمک میکنن. اما هدایت این پهپادها چجوریه؟
کار جذابیه، متفاوته. من قبلا خلبان هلیکوپتر بودم، این خیلی فرق میکنه، ولی بیشباهت هم نیست. پهپادم کم و بیش مثل هلیکوپتر فرمون میگیره. در نتیجه یکی مثل من میتونه از تجربه خلبانی هلیکوپتر در همچین حوزه هایی استفاده کنه. و خب خوبه که آدم بتونه برای محیط زیست کاری بکنه. گاهی کشتیایی میبینی که آلودگیشون از دور معلومه، دود سیاه غلیظ دارن، ولی گاهی نمیشه دید چون باد پخش میکنه یا میبره یه ور دیگه. ولی برای این جور موارد هم ابزاری داریم مثل دوربین مادون قرمز که بشه آلودگی رو تشخیص داد. گاهی به کار میاد. به جز اون یه حسگر داریم که دیوکسید کربن و اکسیژن رو اندازه میگیره. یه دوربین بارسنج هم داریم که باهاش میشه تشخیص داد کشتی کجا داره میره. RPAS یا سامانه هواپیمای هدایت از دور آلاینده های مختلف رو اندازه میگیره. کل داده هایی که در هر پرواز ثبت میشن مستقیم فرستاده میشن به کشوری که صاحب اون کشتیه و به آژانس امنیت دریایی اروپا. در واقع این پهپادها برد نظارتی ما رو بیشتر میکنه. پهپاد میره بالای کشتی و از دورش نمونه برمیداره. بعد حساب میکنیم چقدر گوگر در سوختش هست. آیا تخلفی صورت گرفته یا نه؟ و اگر تخلفی صورت گرفته باشه وقتی کشتی پهلو میگیره میریم سراغش و از نزدیک بازرسی میکنیم. این پهپاد یک ساعت تا یک ساعت و نیم گشت میزد و هر کشتی که رد شد رو بازرسی کرد و حالا برگشته تا یک کم استراحت کنه. We are sort of first movers with this type of technology used in this way. ما کمابیش اولین جایی بودیم که این فناوری رو به این شکل استفاده می‌کنیم. ولی هرچی این کار ساده‌تر بشه و قوانینش پخته‌تر بشه به نظرم همه میرن سراغش و کاربردش فقط محدود به آلاینده‌های گوگردی نیست. خیلی کارا میشه باهاش کرد و هدف ما هم دقیقاً همینه که برد نظارتیمون رو بیشتر کنیم. در ابعادی وسیع‌تر بتونیم قوانین مورد نظرمون رو اجرا کنیم. دانمارک اولین کشور اتحادیه اروپا است که رفته سراغ این فناوری، ولی به مرور که قواعد و قوانین جدید اجرایی بشن دیگه هیچ کشتی نمیتونه از چنگ این سگهای پرنده گوگردیاب فرار کنه. از دانمارک بریم به سوئیس، جایی که ظاهرا شیوهی پیدا کردن برای اینکه بشه ساختمونها رو هوشمندتر و پایدارتر ساخت. پس بریم سراغ ساختمونهای عجیب و غریب، رباتهای سازنده و ایده کهنی که پشت این شیوه است. بنای تجربی و عجیب غریب DFAB در زوریخ تازه افتتاح شده. بخشی از کار ساخت این بنا رو ربات‌ها انجام دادن. ربات‌ها وقت نهار ندارن، خرجشون کمتره، ولی خب فقط این نیست. با این ماده منعطف میشه طرح‌های خلاقانه و سریع اجرا کرد. ربات‌ها دیوار رو از روی نمونه دیجیتال می‌سازند. در حالت عادی در ساخت این دیوارها خیلی بیشتر مساله حروم میشه تا در ساخت دیوارهای صاف معمولی، ولی با این شیوه عملاً هیچی حروم نمیشه. این دستگاه‌های ریختگری پویا هم نمای سبک‌تر می‌سازند و هم ستون‌های پشتیبان، و این چاپگرهای سه‌بعدی ماسه‌ای سقف‌های خیلی سبک می‌سازند و تمام این کارها با کمترین ضایعات انجام میشه. این موضوع خیلی مهمه. شاید ندونید، اما ما به اندازه یک دو دهه بیشتر مصالح ساختمانی نداریم. منابع ما به سرعت رو به پایانه. به نظر خنده‌دار میاد، ولی ماسه‌ای که باهاش بتون می‌سازیم داره تموم میشه. این کف به طور خاص با ماسه پرینت شده، ولی میتونست گرد و خاک فشرده باشه. یعنی همون گرد و خاکی که اطراف کارگاه ساختمانی پیدا میشه، یا گل، یا ترکیبی از مواد نظیر اینها. این مواد متنوع و سبک کمک می‌کنند منابع زمین رو حفظ کنیم. برای اینکه بفهمند کدوم ماده به درد می‌خوره، یک فضای بزرگ لازم دارند که توش خاک بازی کنند. این یکی از بزرگترین ربات‌های جهانه که در واقع یک جور کارگاه عظیم ساختمون سازیه. 4-5 تا بازوی بزرگ داره که باهاش چیزهای مختلفی مثل این کف رو می‌سازن. تنها مشکل اینه که سازه رو بعد از ساخت باید یه جوری از این درها ببرن بیرون. یه بار دیگه این کف و سقف‌ها رو نگاه کنید، مهمتر از اونن که فکر میکنید. استفاده از مواد مختلف خیلی هم خوبه، به شرطی که استحکامش در حد بتن باشه، درسته؟ خیر، در حقیقت تغییر در طراحی یا الگوبرداری از میراث معماری خیره کننده اروپا این مشکل رو حل میکنه.
درست مثل تاقی‌های معلق کلیساهای گوتیک، این دال‌های منحنی میتونن وزن زیادی رو تحمل کنند بدون اینکه نیاز به تقویت با پولاد داشته باشند. پژوهشگران شیوه‌های ساخت و ساز سنتی رو بررسی کردند و بعد با چاپ سبودی تخته‌های خیلی نازکی درست کردند که بار خیلی زیادی تحمل می‌کنه. اشتراک همین طرح‌ها نقطه قوتشون در هندسه و شکلشونه. بار رو روی بخش‌های مختلف توزیع می‌کنن و در نتیجه بار بیشتری تحمل می‌کنه. اغلب با صرف مصالح کمتر. اونا با هندسه متفاوت مصرف بتون رو تا 70% کم کردن. حسن این شیوه اینه که ساختمون‌ها با همون استحکام قبلی ساخته میشن ولی وزنشون نصف وزن فعلیه. برای اینکه کف ساختمون به تنهایی 80% کل وزن ساختمونه. پژوهشگران میگن در این شیوه همه مقررات ساخت و ساز سوئیس و اتحادیه اروپا رعایت میشه. هرچند این طرح‌ها هنوز نهایی نشدن. به پایان یکی دیگه برنامه کلیک رسیدیم. تکرار این برنامه در وبسایت ما ببینید به نشونی bbcpersian.com/click یا از طریق یوتیوب BBC فارسی این برنامه و برنامه قبلی رو تماشا کنید. با ما در تماس باشید از راه توییتر با شناسی @persianclick و از طریق ایمیل ما persianclick@bbc.co.uk. ممنون از همراهیتون تا برنامه بعد و موضوعات اینو بدرود و خدا نگهدار.